اسد 20 تاجر فابریکی صنعتی جور کرده دیگهش ترانسپورت ها دابنی جور شده موتورهای خارجی دابنی شستاد میشه سکوت میشه وظیفه کی بوده؟ وظیفه احسای هست باید چک کنه ببینه بیادر وظیفه هست ببینه وزارت چکش کنه که همیجه فابریکه جور شده یا نشده نشده آمدیم در نقطه اصلی ما که چرا یک راه دیگر را تعیین نمیکنه ما از راه پاکستان بر ما بسیار نزدیک است به صادرات ما بسیار مفید است از دیگر ها اگر ما صادرات خب بکنیم خب شما میبینیم که این مفیدیت تامین نمیشه این حالی اگر ما از دیگر ها چیز کنیم رقابت با بازار آزاد کرده نمیتونیم حال با این شرایط کرده میتونیم؟ با این شرایط هم کرده نمیتونیم بالاخره با زوف رسیدیم صفر هستیم مالای ما خراب شده میرم شما در جریان بودین پیشتر خودتان گفتین که خربوزه در بندر بالاخره گنده شد و سو انداختن اما قدر که در بندر اوسو انداختن همین قدر مندهی کابل شما برین یک دفعه بررسی کنین می تلویزیون تون بره کامرا بره در مندهی کابل بره که چقدر در سرقا خربوزه گنده برآمده همچنان انگوری شای نمی بره سالش از سیزن است می بره ما آلوبالی بسیار خوب داریم سیزنش از همیلی بسیار خوب این که دلیل اصلی پاکستان در مورد این مسئله چی است چون تا جایی که میدانیم شما خودتان عضو هیئت مشورتی یک برد هیئت مدیره هستین در وزارت تجارت صنایع در طول این سالها دلیل اصلی پاکستان بر این مسئله چی یافتین بعد از یک وقفه برمیگردیم با سلام مجدد در برنامه زیربنا هستید روی موضوع بلند رفتن تعرفه‌های گمرکی روی صادرات میوه‌ای افغانستان در این چند روز و همچنان آوازه این که دو روز هست دوباره این تعرفه‌ها پایین آورده شدند. در استودیو آقای الحاج عبدالصمد هوتک تاجر و عضو هیئت مدیره بورد مشورتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان را با خود داریم. آقای هوتک داشتیم حرف می‌زدیم این که مشکل اصلی پاکستان بابت تکرار این مشکل چی است در مرز ما بارهای صدای خود کشیدیم امیر گفتیم از پاکستان هم تقاضا کردیم با امرای اتاقای تجارت ازوا به اصطلاح نشست مشترک داشتیم با واردات و صادرات خصوصا با صادرات ما میوه ما که بسیار زیاد بودن اونوا بر ما نه نمیگه حکومت پاکستان چیزی که بگویی دست با سینه خود برات میمونه که ما آمده هستیم ما همراه شما هم کار هستیم اتاقهای تجارت پاکستان با همراه اتاق تجارت ما نشست داشتن اینجا آمدن در هتل سیرینا ما هم رفتم همراهشان از نزدیک دیدن کردم باور کنین دیدین دینمی مسائل جروبست شدن تقریبا بیشتر از 3-4 روز دمی جروبست بودن یک اتاق مشترک جور کردن اردوی ازی افغانستان و پاکستان یک اتاق مشترک جور کردن گفتن که اینمی باید با مشترک کدام مشکلی پیدا شد و اتاق تجارت ما کتیزوا بشینه ولی دانهای اتاق تجارت ما باور کنین که آل خو اغجوس یادش بخیر رفته الکوزای صاحب هستن ببینید شما سر صدای الکوزای صاحب ببینید روزانه بیچاره داد و فریاد میزنه به اینمی مشکل میزنه به او تاجر مراجعه میکنه که وای سیب دلیل پاکستان چیست؟ دلیل پاکستان این حالی من نمیفهم بخاطر ازی میگم دلیل پاکستان اینمی باشه که وقتی که میوه ما خراب میشه و میوه از او به افغانستان میایه در وقتی میایه که ما میوه ما گنده شد دوستش کنه کش انگور میگیریم کشمش میسازیم کشمش هم برای ما صحیح کار نمیده یک رقم این که دلیل پاکستان نیست فریاد شماست حال چی تدابیری را در این سالهایی که تجربه های بد داشتیم با تکرار شونده بوده در این مسئله در این قسمت چی تدابیر شما دولت افغانستان اتاقای تجارت روی مسئله داشتن؟ اتاقای تجارت با وزارت مالیه با رئیس جمهور نشست های زیادی داشتن البته یک نشست ما خود ما هم رفتیم ششتیم به می باره زیاد گپا زده شدن و رئیس جمهور تا اندازه برای ما اطمینان داده که امشالله کتزوا گپ زدن و برش گفته که امیر اوکی میکنیم ولی نشده بارها هم تو گفته باز نشده اتاق تجارت با اتاق تجارت پاکستان صحبت میکنن بالاخره دینمی سیزنی ما آمیال الکوزه صاحب ما نمیگیم که او آرام ششته او اگه تلفونی یا رفتن یا توسط حیات
میگن که برادر صادرات ما از بین رفت. پیرامین این موضوع تنها گفتگو کردن، طرحهای خاصی مشخص نداشتن. بله. اجرایی نه گفتن که باید چرا تعرفه چرا بالا رفت، علت بالا بردن صادرات افغانستان تعرفه چرا بالا رفت. ولی ما فکر میکنم که بالا بردن صادرات افغانستان چرا در مثالهای صد سال افغانستان، چرا در میتولید حکومت دکتر نجیب چرا این طرف بالا نرفت، چرا پاکستان به این میوه ما ضروریت داشت. امروز البته پاکستان ضروریت نداره، از خود باغ جور کرد، از خود دیگر همین میوه تازه را جور کرد، خودش صادر میکنه. باید که ما از اینکه میوه ما بره خوب است یا ازو بره. خب زمانی که ما خوب شاهد هستیم که همیشه به این مشکل، البته تا چندین سال ما به این مشکل روبرو هستیم، حال چه تدابیر را اتخاذ کرده دولت، اتاقهای تجارت، تجار برای این که هر فصل این میوه ها گندیده نشه و صدمه بیشتری برای دهقان، مستهلک و همچنان سرمایه گذار در افغانستان وارد نشه؟ بله ببینین، ما با اتاق تجارتم با آجی صاحب خانجان الکوزی که در جریان هستن، خودی از بازم از طریق نمی رسانه ها شاید ما روز شنبه امرایشان ببینیم یک نشست بکنیم امرایشان که به می مسائل جدی دقیق فکر گرفته شوه، با امرای وزیر صاحب مالیه داخل وال گپ زده شوه. اگر با صادرات ما امتیاز قائل نمیشه، حکومت باید جواب بده. حکومت جوابی مرمید خدا داده نتونست دیگه، ولی جوابی از زیر خدا داده میتونه. وقتی که سمت میایه، سمت بند شوه، خون نخوردیم، ما میوه هم که نخوردیم، البته چیز از دمی سریم میوه خرابی. چی تدابیر سررشته هایی گرفته شده که این صادرات چندین تن میوه ها خراب نشه در اونجا؟ سالیان زیاد گذشت، پول های زیادی در این مورد تا بالا شد. یعنی براتون بگویم که امی کسی که امی یک موتر میوه تازه را، امی یک موتر خربوزه را یا زردالو یا امی الوبول یا را انتقال دادن، به یک امید انتقال دادن، او بیچاره پولی را اپا بسیار مشکل یک موتر پول پیدا کرد و از اون یک موتر تجارت شروع کرد رفت که امیر ما انتقال میدم بلاخی یک لغمانان به خود میارم. تا حال شما به عنوان یک مشاور چی مشاورایی در این مورد دادین؟ ما مشوره را که از طریق بورد ما داده شده، به وزارت هم داده شده، به تاجران داده شدن که ما اول خو تاجرای ما که هستن و دولت با امرای تاجر هم کار شوه که سردخانه جور کنن. اگر ما به این قسم مشکلات روبرو میشیم که ما آمی میوه تازه خود در سردخانه مانده بتانیم، بالاخره از این میوه ما زمستان استفاده کرده میتانم. وقتی که تاجر زورش نمیره که تاجرای کلان ما زورش میکشه، دولت با امرایش هم کار شوه، دولت به تاجر امتیاز قائل شوه. وقتی که دولت به تاجر امتیاز قائل شد، تاجر دلش خوش میشه، هر کار میکنه. به تاجر هرگز دولت امتیاز قائل نیست. چی میوه هایی میتونه خشک صادر شوه؟ ما میوه خشک جنگوزه صادر میشه، خسته بادام صادر میشه، پوزدار صادر میشه، می کشته زردالو خشکی صادر میشه، بیشتر چیزایی که صادر میشه. بیشتر چالش های بسیار درشتی را که شما نشانی میکنین در قسمت میوه های آسیب پذیر یا صادرات آسیب پذیر در همین مرز پاکستان کدام ها هستن؟ بغیر از مشکلات را که پاکستان وضع کرده یا میکنه در میوه های پاکستانی؟ در صادراتی که افغانستان به صوب مرز روان میکنه برای ما بازارهای بیرون، بازارهای بیرونی که هستن چه چالش های دیگه وجود داره؟ ما سه قلم جنسی ما که هستن که از عبارت از خربوزه و انگور، زردالو، انار، یکی هست ما به اینمی زیاد صادر ما میکنیم، زیاد روان میکنیم و ما صادرات دیگه هم هست. شما ببینین اگر ما رای را به این بسنجیم که ما یک رای دیگر را انتخاب بکنیم که از یک مسیر دیگر بره، در این هم اتاقای تجارت و از طریق می بورد مشورتی ما پارسال سرزی زیاد کار کردیم که ما اگر موفق شویم از رای تاجیکستان یا از رای ترکمنستان، ما کدام رای را جور کنیم به این صادرات ما که
به افغانستان مفید تمام شد و بالاخره مسیر خود تغییر بده. رای بدیل انتخاب بکنه. بله. بسیار خوب. صادرات میوه به سمت پاکستان همین امسال چندین روز است، یعنی دو سه هفته میشه که صادرات به سمت پاکستان بند است، متوقف است پشت دروازه های مرز ترخم. حال ولی قیمت میوه ها در شهر پایین نیامده، چون این وضعیت باعث انباشت میوه و ذخیره بیشتر میوه در شهر شده، یعنی در خود خاک افغانستان شده. چرا قیمت میوه ها هنوز بلند است؟ میوه ها خو ببینین، خربوزه صحیح نبرامده، خربوزه نه گلش نو است. هر میوه که در فصل اول برایه طبعا نمو فصل در بازار بلند میباشه، باز که زیادتر شده میره و پایان میه. فعلا میوه افغانستان که برامدن فصل اولش است. امید دیخانی که بسیار تکلیف کشیده، زحمت کشیده، به فصل اول میوه خود به بازار بازاریابی کرده. او میفهمه که ما صادر به خارج نمیتونم، ولی بازاریابی به خاک خود کرده. میگه امید دفتن ما میده در بازار ببرم که امون مصارفی زمین ما خوب بکشه، امون مصارفی که سر درخت تکلیف کشیدیم، زحمت کشیدیم، این خوب برای ما بکشه. دیگه علت بلند بردن میوه این بوده که میوه هنوز فصلش اول است، گل اول است، طبعا بلند میباشه. بسیار خوب. چی میوه های دیگر بیشتر قدرت بازاریابی در بازارهای بیرونی را دارن؟ از میوه تازه ما؟ میوه تازه افغانستان. بله، ما بیشتر گفتم بر که بازاریابی از ما در بیرون از افغانستان زردالو، انگور، خربوزه، انار و آلوبالو. ی خوب بازار داره. ولی هنوز شکایت در قسمت این که استاندارد فرستاده نمیشوند، استاندارد بسته‌بندی نمیشوند و به شکل استانداردش همه پروسه بازاریابی در بازارهای بین المللی برشان سنجیده نمیشه. هنوز این مشکل وجود داره. کار کردیم سرش. تاجرای ما و تاجرای میوه تازه ما سرزی کار کرده، بسته‌بندیش خوب شده. بسته‌بندیش با میریاد بین المللی امیال جور شده. بسیار خوب. بهترین بسته‌بندی. به عنوان آخرین سوال یا گرفتن نظر شما، چون فکر میکنم وقت برنامه ما به آخر رسیده، چی مشوره میتین برای ختم این بحران به شکل تکرار شوندهش؟ ما به ختم از این چیزی که این ختم شوه، مشوره ما از این هستن که اتاقای تجارت ما، از بورد مشورتی ما و از وزارت تجارت ما تقاضای صمیمانه میکنیم که با امرای مقامای بالای ما در این جدی صحبت شوه، در جلسه شورای وزیران ما بالای زی صحبت شوه، کتی وزیر صاحب مالی ما صحبت شوه که در این جدی تصمیم بگیرن. و اگر قاطع تصمیم نگیرن بالاخره این ما برتان بگیم که حالا خدا شما ببینید که کسی که استاد است و میگه دادان ما آمده که افغانستان طرف بحران میره، در دانه دیگه کس کدام چیزی نیست. او برادر، امی افغانستان در بحران بردنش در دست خود ماست. چرا در بحران بره؟ چرا ما در بحران ببریم؟ از این ملت هستیم، افغان هستیم. ممنون. نمیخواییم که با بحران بره. و از وزیر صاحب مالی ما یک تقاضای دیگه ما ای هستن که با واردات ما ضربه ایدن. واردات ما، تاریفی ما، واردات ما بسیار بلند است. تشکر. اینمی هم یک ضربه کلان هستن با افغانستان. تشکر از شما. تشکر. سلامت باشین که در برنامه سهم گرفتین. این بود برنامه زیربنای امروز. تا برنامه بعد همین ساعت برای نیم ساعت شما رو به خداوند می سپاریم. بدرود.